اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان در اعتراض به وضعیت معیشتی و امنیت شغلی و زندانی شدن معلمان و فرهنگیان. روز سه‌شنبه 22 آبان ماه معلمان و فرهنگیان در مدارس و دبیرستان‌ها در شهرهای مختلف و در پاسخ به فراخوان قبلی اعتصاب و تحصن کردند و در اعتراض به وضعیت معیشتی و زندگی زیر خط فقر از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند و در دفاتر مدارس و دبیرستان‌ها تجمع کردند. فرهنگیان در مدارس مختلف دست نوشته هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: جای معلم زندان نیست، معیشت، منزلت، حق مسلم ماست، تحقیر حق معلم نیست. بر روی تابلوی برخی کلاس های درس نیز نوشته شده بود: معلم زندانی آزاد باید گردد، آموزش رایگان حق همه. زندگی میگوید زیر بار ذلت نباید رفت. این اعتصاب به رغم تهدیدات و اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه معلمان شکل گرفت. اعتصاب فرهنگیان با حمایت دانش آموزان و اولیاء آنها در مدارس شهرهای مختلف همراه بود. اعتصاب روز سه‌شنبه معلمان در شهرهای یزد، همدان، ساوه، ساری، بابل، چاوکسر، رشت، بانه، سقز، سنندج، مریوان، دیواندره، دهگلان، زیویه، سرباباد، کامیاران، دنجاباد، کرمانشاه، ماهیدشت، زنجان، قزوین، شیراز، لامرد، کازرون، شوش، اهواز، ایلام، سیروان، ایوان غرب، بوشهر، جم، عسلویه، تهران، شهریار، شهر کرد، اردبیل، اصفهان، همایون شهر، کرج، جلفا، ارومیه و تبریز و استان البرز گسترش یافته است. این اعتصاب تا کنون در 52 شهر از 20 استان و در 114 مدرسه، دبیرستان و هنرستان شکل گرفته است. خانم مریم رجوی با درود به معلمان آزاده که در اعتراض به وضعیت معیشتی، نداشتن امنیت شغلی و برای آزادی همکاران زندانی و تبعیدیشان دست به اعتصاب و تحصن زدند درود فرستاد و گفت: دیکتاتوری ضد فرهنگی و ضد ایرانی آخوندی فرهنگ و آموزش و پرورش را به قهقرا کشانده است.